یک ساکن شهر دوشنبه با جرم فریب 10 جوان برای تهیه ویزای شنگن و همین طور کار و زندگی خوب در اروپا به 10 سال زندان محکوم شد. دادگاه او را به پرداخت 73 هزار سومان یا تقریبا 9000 دلار به فایده دولت نیز موظف کرده است. حکم را دادگاه پایتخت صادر کردند و نسخه آن روزی 27 ایون به دست رادیوی آزادی رسید. بنابر این حکم بهزاد منانوی 35 ساله سال گذشته با نصب اعلان در خیابان‌های شهر وحدت و دوشنبه گرفته دادن ویزای شنگن و کره جنوبی را وعده کرده است. مقامات دادگاه گفتند که منانوف برای تهیه اسناد از هر کدام داوطلب 1500 سومانی گرفته، اما نه تنها کارشان را بود نکرده است، بلکه غیب زده است. او در مجموع 10 جوان را فریب کرده است. پس از بازداشت مقامات تفتیشاتی معلوم کردند که بهزاد منانوف برخی از ساکنان دیگر را نیز با بهانه خریدن ماشین فریب داده و حتی به یک نفر بر عوض قرض حبهای مدهوش کننده داده است. جوانانی که به گفته دادگاه فریب بهزاد را خوردند در صحبت بر رادیو آزادی گفتند نزدیکان این جوان وعده برگرداندن مبلغ ها را کرده است، از این رو حالا هیچ دوایی ندارند. نزدیکان بهزاد از صحبت در این مورد خودداری کردند. درویش اولیموف جوانی 28 ساله تاجیک 5 سال باز در روسیه مهاجری کاری است. او را مشکلی کار در روسیه از جمله فشاری افزاینده بالای مهاجران، گرانی نرخ پتنت و پایین رفتن قرب روبل به فکری پیدا کردن کار در کشور دیگر وادار نمود. یک سال پیش با او شماره جوانی را دادند که گویا برای کار در آلمان کمک میکند. درویش میگوید این جوان برای دریافت روادید آلمان و پیدا کردن کار از او 2000 دلار طلب کرد، ولی با گذشت بیش از 7 ماه وعده‌اش را اجرا نکرده است. او گفت مقصد وایده که مثل گفت روسیت او جگر دکومنت کنی قینی بده نمیشه زندگی تا پیش برده مثل اگر مگر اگر جو کرک نیکی تا اگر تا 70000 موجده بغالتونده 70000 روسیگی کم اکر زندگی تا پیش برده نو توش تو با 40000 که میگیری مثل گفت چی سر از خود دکومنتات ایس او سی سو میگی یکون سومده میمونه مکسیم 200-300 دولار یا 400 دولار это в лучшем случае мисли га барами хай максат буд ки як мисли га тар як тараф я мусу бу кантар бу хубайда мисли нисбат ба отношени мисли га да инсону хай риска демо не ки маж да на кан ки одам хели паступ ка мекна да мисли га дарвеш мегуяд ин جوان бар ивази 2000 доллар гирифтани визаи олмон ва кори хуб дар ин кишвар ро ваъда карда буд ҳоло дигар на маблағаш ро бармегардонад на барояш раводид дуруст мекунад. Ҳабибулло Бобоев, ҷавоне ки ба идеаҳои дарвеш ӯро фиреб додааст, ба занги телефонии мо посух дод. ӯ худро корманди як ширкати туркия муаррифӣ кард, ки дар Олмон намояндагӣ дорад. Ҳабибулло Бобоев рӯзи 27 июн дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, дарвешро фиреб надодааст, балки воқеан мехост ӯро барои кор ба Олмон даъват кунад. аммо бо афзоиш ёфтани паноҳандагон дар Олмон, ин кишвар додани раводиди корӣ ба аксар кишварҳоро қатъ кардааст. бояд ҳамо контрактиш аз пишти намо санкция кам агар коро мондагиан аваа ҳамо пулша роиш мекунад ва ягон кас ки дад накарад ягон кас ягон кори безебш накарад вай ман навистмиша ман гуфтам одам сабр надорад хай мо роӣ карагем ширкат ширкат мода бояд ҳам пула роӣ кунам ҳамо роӣ кунам ба номи алло моам пулша роиш мекунем о ҳамо 90000 ки ҳам додаги 90000 پلی روسی همشا میگردونن تنگا به تنگا در نامش میتن. شهروندان تاجیکستان میگویند زود زود با پشت الکترونیشون اعلان کار در کشورهای خارجی و یا دریافت شهروندی کشور دیگری رو دریافت میکنند. کارشناسان میگویند در پی بحران اقتصادی چند سال اخیر و بیکاری شهروندان تاجیکستان راهی نجات رو در مهاجرت میبینند. با گفته کارشناسان مهاجرت در روسیه حالا با مشکل پیچیده است و تاجیکستان در جستجوی به اصطلاح بهشت دیگر هستند. برای همین زود فریبی وعده کار یا روادی در کشور دیگر رو میخونند.